سلام و درود دارم به شما همه هموطنان بسیار عزیزم در داخل و خارج از ایران در برنامه امروز و فردای ایران از تلویزیون ایران فردا خوشحالم که در خدمتتون هستم مسائل ایران آغاز شده ادامه داره و مهمترین مسئلهش همین میشه امروز دقیقا سه ماه از مسئله کشتن به قطر رسوندن محسا میگذره یعنی 22 شهریور و امروز که 22 آذره کارنامه این سه ماهه اگر نگاه بکنیم کارنامه بسیار مثبت مملو و از شجاعت و شهامت بحثی که محسا یعنی دختر کردستان دختر ایران دختر امروز دختر جهان یه خانم فرانسوی میگفتش که محسا الگوی ما زنان در دنیا شده خب این یه معنی داره معنیش اینه که این کارنامه چقدر مثبته ببینید من فکر میکنم که بزرگترین دستاورد این سه ماه گذشته اینه که ترس مردم از جمهوری اسلامی بدل شده به ترس جمهوری اسلامی از مردم یعنی اینکه که میبینید وقتی این با این شکل خشونت میکنن سرکوب میکنن اعدام میکنن آدمها رو سر به نیست میکنن خبری ازشون نداریم این یعنی ترس بیش از حد این چند روزه وقتی که به اعدام محسن شکاری و مجید رزا رهنمودی نگاه میکنیم میبینیم که این فقط و فقط گسترش ترس رژیمه ببینید من روی سخنم با خانواده هایی که این جوون رو به این ترتیب از دست میدن من با شما وقتی صحبت میکنم خودم هم یکی از اونها هستم یکی از اونهایی هستم که جوانم رو از دست دادم در نتیجه میفهمم که شما چی میگید میفهمم شما چی میکشید ولی واقعیت امر اینه که این از دست دادن به قیمت این تموم میشه که ما یک جامعه بزرگتری رو از دست ندیم بچه های بیشتری دوستانمون فامیلمون خانواده هامون. دیروز ما در انجمن پژوهشگران ایران نامه ای رو به آقای جوزف بورل مسئول سیاسی اتحادیه اروپا نوشتیم تحت این عنوان که شما با رژیمی میخواید سر میز بنشینید که این کار نامشه و در اونجا یه نکته ای رو اشاره بهش شده که آیا شما هم بچه دارید شما هم جوون دارید شما هم میدونید که وقتی که به این ترتیب این رژیم سبوییت میکنه و اینها رو و آخرینش محمد رزا رو در مجید رزا رو در ملع عام اعدام میکنه یعنی چی؟ خب اینا همه به فکر فرو بردن ولی من فکر میکنم که ترس رژیم از مردم خیلی خیلی زیاد شده ولی این بار یه تفاوتی داره با دفعات پیش تفاوت داره با دهه شست با ده کشتار دهه شست خود سال شست خود سال شست و هفت هفتاد هشت هشتاد هشت نوود شیش هشت اینها همه جنبش ها و خواست های بزرگ مردم ایران بود ولی خواست ها از حکومت بود چون در ایران که دولت وجود نداره که اون حکومت از اون میخواستن که اقداماتی رو بکنن تو این سه این انقلابی که به وجود آمده دیگه از حکومت درخواستی نداره میخواد حکومت رو سرنگون بکنه و این مهمتری مسئله که به وجود آمده ناتوانی رژیم برای مردم به طور مشخص روشن شده دیگه امیدی به اصلاح طلب و نمیدونم فلان ندارن اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا معنیدار بسیار شکاف بی حد و حصری در میان مردم و حکومت به وجود آمده که هیچ وقت حکومت این رو به این ترتیب باش مواجه نبوده متجاوز از متجاوز از 90 95 درصد جامعه با حکومت فاصله گرفتن ممکنه که به زبون نیارن بسیاریشون ولی این واقعیت هست شما از تک تک اینها وقتی سوال بکنید به همین جا میرسید که این فاصله عمیق منتها برای درصدی اون اونهایی که وابستگی های به رژیم دارن هنوز علنی نشده بسیاری هم علنی شده یعنی به این ترتیب میبینیم که این شکاف بین خانواده های این نیروهای سرکوبگر هم به وجود آمده میبینیم که شکاف شکافیه که ده دیگه ده حتی خانواده های نزدیک همسران، خواهران، برادران، مادران، پدران، خانواده های نزدیک هم دیگه حاضر نیستن که تبعیت بکنن از این سبوعیت و کشتاری که رژیم داره انجام میده و اعتراض میکنن مرحله بعدی اگر باز نگاه بکنیم این شکاف حکومت با دیگر کشورهای جهان یه نمونهش مانند چینه که این طور حامی رژیم بوده و حالا اینطور جلوی رژیم ایستاده این معنی داره شما امروز نگاه بکنید که در منطقه ای که ما زندگی می کنیم یک کشور حتی وجود نداره که با وجودی که مسلمان هستند حامیه که کشور رژیم جمهوری اسلامی باشن نه تنها نیستند بلکه ایرادات بسیار هم در این زمینه بهش دارن یک کشور ممکنه باشه رژیم بشار هستن که اون هم در میون کشورهای عربی وقتی که زمانش برسه مخالفت میکنه با رژیم حالا ببینید یک مسئله خیلی مشخص هست این کارنامه سه ماهه گذشته یه چیز رو به ما نشون میده به ما نشون میده که رژیم در مقابل ما چیکار میخواد بکنه ما در مقابل رژیم چیکار میخواد بکنیم رژیم یک استراتژی مشخص داره که ما رو از همدیگه جدا بکنه یعنی بیاد بگه که اونا تجزیه طلبن اونها نمیدونم یهودیان اونها مسیحیان اونها کیان ما مسلمونیم حالا این درست نقطه مقابلش استراتژی ماست که رژیم شکست خورده وقتی که رژیم میخواد بگه که اون کرد تجزیه طلب اون نمیدونم بلوچ تجزیه طلب اون عرب غیر ایرانی همه اینها رو وقتی میخواد مطرح بکنه ما برمیگردیم به این که شعارها رو نگاه میکنیم زاهدان کردستان چشم و چراغ ایران زاهدان کردستان پیوندتون مبارک اینا یعنی چی یعنی اینکه رژیم در هر مرحله شکست خورده خب ما چه می میکنیم در اینجا ما اگر که نتونیم این فاصله ها و این تفاوت هایی که رژیم میخواد به وجود بیاره از بین ببریم مطمئن باشید که ما پیروز نمیشیم پیروزی ما همین طوری که تا تو این سه ماه گذشته بوده به این ترتیب خواهد بود که ما همدیگر رو رها نکنیم دست همدیگر رو بگیریم من باور به این قضیه دارم باور دارم که وقتی که مشکلات گسترده ای در تمام اطراف ایران در استانهای مرزی ایران وجود داره بحث شیعه و سنی بحث نبود امکانات زندگی بحث بیکاری بحث کولبری بحث سوختبری بحث کشه شدن همه اینها همه اینها ما رو باز به همدیگه نزدیکتر کرده و کارنامش نشون میده که ما اینجا نزدیک شدیم ولی ببینید یک نکته بسیار بسیار مهمی از در من اینجا وجود داره و اون اینه که ما اگر این تداوم رو حفظ نکنیم این رژیمه که میتونه برنده بشه ممکنه همه چیز امکان داره ما منتظر این نباشیم فردا صبح این اتفاق بیفته امیدوارم بیفته امیدوارم فردا صبح رژیم سرنگون بشه ولی اگر نشه استراتژی ما مشخصه ما چی کار باید بکنیم ما ت... تکلیفمون با خودمون روشنه به این معنا تکلیفمون با خودمون روشنه که ده... ده... میدونیم به طور قطع و یقین میدونیم که این رژیم رو نمیخوایم این رو نه تنها ما میدونیم تمام مردم ایران در یک مجموعه میدونن رو همه مردم منطقه امروز میدونن اینو همه مردم جهان امروز میشناسن امروز تفاوت نمیکنه از کشورهایی که حامی رژیم بودن تا امریکایی که به قول خودشون نه الزاما همیشه مخالف و دشمن رژیم بوده همه در مقابل رژیم ایستادن من مطمئن هستم این تداوم ما باعث میشه که اون گوشه هایی که بعضی از این قدرت ها همچنان میخوان که با برای منافع خودشون رژیم حفظ بشه اونها مرحله به مرحله شکسته شده مرحله به مرحله ما شاهد این هستیم که دیگه اون حمایت ها اونطوری وجود نداره می دونید چرا وجود نداره برای اینکه تنها دولت ها نیستن تنها نمیدونم آقای بایدن و آقای مکرون و نمیدونم صدر اعظم آلمان نیست اینجا مردم این کشورها هم در مقابل حکومتشون ایستادن و از اونها درخواست میکنن امروز ما شاهد این هستیم که این رابطه هایی رو که این رهبران جهان با ایرانیان خارج از کشور میگیرند بسیار زیاد شده بسیار بهش بها میدن مسائل رو مطرح میکنن همه جا هر جایی که شما میبینید که این فشار و رژیم زیاد و زیادتر شده و من مطمئن هستم که این به طور قطع و یقین حاصلش پیروزی ماست پیروزی جوانهای ماست ببینید به طور مشخص ارز میکنم این انقلابی که وجود آمده این انقلاب دختران و زنان ما جوانهای ما معنیش میدونید چیه معنیش اینه که رژیم در نهایت به و به سختی شکست خورده امروز وقتی یک تار موی یک دختر یک امامه رو از بین میبره یک دیگه روسری توسری شده به توسری برای آخون دو امامه پرومدن آخون ببینید که اون گیسوان زیبای دختران ما چه آتشی در این رژیم افکنده و چی کار با اینها داره میکنه ما پیروز میشیم مطمئن هستم من باور و امید به این قضیه دارم میدونم میدونم کاری رو که ما در داخل و خارج از کشور داریم انجام میدیم بسیار بسیار اثرگذار امید بسیار باور بسیار به اینکه بدونیم تا به الان کارنامهمون خیلی مثبت بوده اگر نتونیم اون اعتصاب عمومی رو که هر لحظه منتظرش هستیم به وجود بیاریم این اعتراض ها این اعتصاب های گسترده و پراکنده بسیار اثر بخشه مطمئن هستم پیروزی با ماست سپاسگزارم. گذارم <applause>